یه فوشی وجود داره، ما رو فوش میفهمیم که کی داره فوشو میده. عبارت صیغه زاده مال وهابیاست، چون صیغه رو اهل سنت قبول ندارن، شیعه قبول داره، اینو رو این دست گذاشتن. عمدن هم به شیعیان میگن چی؟ میگن بچه متعه صیغه زاده. خب یعنی نوع فوشو میفهمی که این فوشو اصلا یه شیعه به شیعه نمیده، تاش بخواد کسی به فوش بشه میگه حروم زاده. اونا عذر میخوام از همون شیعیان عزیز، عمدن این لفظ اینجوری استفاده میکنن، یعنی صیغه زاده رو که یعنی معادل همان حرام زاده، یعنی در واقع میدونن. خدمت شما عرض بکنم که آمد نیوز مثلا اینا میان چیکار میکنن، هر کدوم از این بچهای انقلابی که جلوی اینا خوب جواب میدن، برمیدارن به یکی از رهبران جبهه مقاومت، میگن این صیغه زاده اون، صیغه زاده اون. یکی از این بچه سیدا هستش تو توییتر خیلی خوب جواب اینا میده، به اون میگه صیغه زاده سید حسن نصرالله، بعد برگشته به ما میگه صیغه زاده یاسر عرفات. خب چون قبلا مسئول فتح بود، حالا مرد بنده خدا، آدم خیلی چیزی هم نبود، درستی هم نبود، کم آورد جلوی اسرائیل، رفت مذاکرات کرد و فلان این چیزا. حالا یاسر تلفات من خودم میگم سخن میباره. ببین اون نوع فوشش، بعد یه نرم افزارایی هست، شما عکس میدی معروف ترین هنرپیشه ها چیزا، نزدیک ترین هنرپیشه افراد معروفو میده، بعد آره این برداشته چرا تو این همه چیزا به ما گفت، میگه تو قیافت شبیه یاسر عرفات، عکسارم میذار کنارم. یکی از این بچه‌ها برداشته عکس خود همینو داده بود تو این نرم افزار، عکس صدام اومده بود. خب بعد گذاشته بودن توی اینترنت، من دیدم خیلی ناراحت شدم برخورد کردم، گفتم ببینید درست فوش میدن، درست توهین میکنن، اصلا استراتژیشون همینه، چون استدلال ندارن. اما مادر این آدم، همین روح الله زم که داره آمد نیازه میچرخونه، یه زن محجبه چادری تو همین ایرانه، زن یه آخونده، بابای روح الله زم، آقای زم یه روحانیه دیگه، شاید به لحاظ سیاسی هم به من نوعی نزدیک نباشه، با هم اختلافات خیلی جدی هم داشته باشیم با پدر ایشون حتی بحث سیاسی، اما مادر او از این حیث این مادر خودمون. ما شیعیان امیرالمومنینیم، ما حق نداریم، اجازه نداریم عین خود اونها از این کار انجام بدیم. متوجه چی میگم؟ من نشون دادن، گفتم خیلی کار زشته هر کی این کارو کرده، بگن ما هیچی مشابه اهل بیت نبود، کش فوش خوردنمون باشه خورده.